کاری کنیم یه سنگ درست حسابی بندازیم جلو پای این کارا. حالا که کارمو انجام دادم سهممو بهم بدین. با توجه به شرایط موجود و دستور مقام قضایی تا پایان تحقیقات باید زیر نظر بشه. یعقوب و عارف نقشه کشیدن که اگر برای خانم بامداد پاپوش درست کنن حواس آقای کیانفر پرت میشه. ای خودش این همونیه که شلیک کرد. بریم سراغش. سرگرد ابراهیم قیوم هستم، پلیس مبارزه با مواد مخدر. ساعت 10 شب. آقای یعقوب سلطان آبادی کجا؟ نیستن آقا، تعطیله. نیست. برید بیرون اگر حواستون نباشه. با چه مجوزی اسلحه گرم داری؟ ما اسلحه رو گرفته واسه خودمون، چون یکی یکی دارن میکشن من و مادرم، اما مراد هم و داوود. فقط تو فکر میکنی مادرت کشته شده یا پدرت هم؟ نه، اونم مطمئنه که مادرم خودکشی نکرده. آصفور خیلی وقت منتظره. برای چی تشریف آوردین اینجا؟ فهمیدم که پلیس رفته سراغ یعقوب خان، فهیم اسلحه کشیده. پیغام دادم به یعقوب خان جواب نداد. خوف برم داشت نکنه من الان خودم اشتباهی کردم، اطلاع ندارم یا به موقع چیزی بدونم خبر ندم دردسری برام درست بشه. به نظرت کی داوود گلعلی زاده رو کشته؟ هممون به یعقوب و پسرش فهیم شک داریم. ببینید، من بعد از مرگ خدا بیامرز خانم ملیکا دباچی گفتم این مرگ نیست، قتله. شکم برد به مراد، بعد به مراد و داوود، بعد وقتی اونا هر دو از بین رفتن دیگه گفتم کار یعقوب خانه. عارف طراح بوده، یعقوب عامر کی اجرا کرده؟ یا فهیم پسر یعقوب خان، یا عرفان پسر عمه من، یا هر دو. برای چه رو بازداشت کرده بودن؟ میخواستن ذهن منو از پرونده منحرف کنن، برای اون بنده خدا پاپوش دوختن. خب کسی نفهمید پاپوشه؟ یه چیزایی رو مخفی کرده. شاید پیش خودش فکر کرده من دوست ندارم همکارم از زندگی شخصیم خبر داشته باشن. حتی نگفته خانواده شهیده. نه اون نه باباش. چه آدم حسابیه. چرا با هم تماس نگرفتی؟ شما خودتون هزار و یکی گرفتاری دارین. من نخواستم دیگه مزاحمتون بشم. اجازه دارم همین الان تو رو از پدرت خواستگاری کنم؟ کامتو شیرین کنیم. شاهده ماد بفرما. جناب سرهنگ شما مجاز یه دونه برداری. من نمیخوام. ای بابا، خب گذاشتم خودش بیاد برات بگه، خوشحال باش دیگه. خدا رو شاکرم که بالاخره داری ما رو به آرزومون میرسون. شکر خدا که تو هر وضعیتی واجبه، ولی شما چرا اینجوری؟ بابات دیگه همینطوریه. ازش بپرس بهت بگه که چرا من همینطوریم. یعنی چی؟ آسمون چرا ابریه بابا؟ از اون بپرس چرا ابریه. بله
مامان، آسمون بابا چرا ابریه؟ ای بابا، باور کن من نه کاری کردم نه چیزی گفتم. آقا کیان، من اگه میگم شما شیرینی نخور به خاطر اینکه واسه سلامتی مضره، اصلا بیا همه رو بخور. ولی من که میدونم شما از چی ناراحتین. شما نمیخواد به فکر سلامتی من باشین. اینم بردار ببر. کسرا جانم، بیا بریم آشپزخونه، من با تو کار دارم. منم باز کار دارم، چند تا سوال راجع به رسم و رسوم دارم ازت میخوام بپرسم. برو. اومدم. خب حالا غیر از داستان نقل و نبات قصه چیه؟ بشین تعریف کن برام. ولش کن، یه چیزی بین من و مادرت، حوصله‌ام که سر میره یه داستان درست میکنی. نعیمت پیشه کی؟ از طایفه مظنونین کسی پیداش نشد. چرا؟ اومد مهندس آصف پور. اومد جناب سرهنگ، چی داری ریز ریز در گوشش میگی؟ اونم امروز که باید اینقدر خوشحال باشیم. ببین مامان جان، تمام مشکل سر این اساس، زمین و زمان رو با هم ریخته که چی؟ میخواد این تعلیمی و اثار رو بزنه زیر بغلش. درست میگم جناب سرهنگ؟ چرا بی مبالاتی خودتو ماسمانی میکنی اکرم خانم؟ به چه این که این اثار رو برداری گردگیری کنی یا وسیله ای رو کابینت جا بی جا کنی، به خودم میگفتی خودم میام کمکت میکنم. این همه بهونه برای چیه؟ ببین مامان، این خط روی اثار رو ببین، تازه است یا کهنه است؟ دست چی شده مامان؟ دستم؟ آخ، اینقدر که تو اتاقت امروز من زحمت کشیدم، رفتم یه خورده گردگیری کنم دیدم چه خبره، همه چی جابجا شده بود. چپیا اومده بودن راست رفتیه رفتیه یکی از داخل همون کیسه دارو قرص در آورد گذاشت دهنش. نتیجه آزمایشگاه در ارتباط با قرصهای حاجی قاشمشادی اون و رد لاک الکل روی بخشی از ورق قرص دیده شد. جلی شمشادی کشتنش ملیکا به قدر رسیده. راستم ضربه بزرگی خوردی اون آگم شب قبل آقا مورد شب بعدش هم که من باید میرفتم منزل آماده میشد ده دقیقه قبلش کشف جسد تو باشه نمیرسم تفیل برم اونجا تو باشه مرمیز قطی قطیره. شما دوتا فرشته ایم الهام بخشین. چی شد؟ فکر کنم یه چیزی رو کشف کرده. کشف کرد؟ خیلی خوبه که بابا یه سر اون اخماتو واکن بخن دیگه، خدا رو شکر یه چیزی هم کشف کرده. هنوز دارین ازش بازجویی میکنین؟ اومده داره؟ دمش گرم با این حالش. خب پس بهش بگو که درباره قتل ملیکا دواچی یه سری شواهد محکمه پسند داریم. مدل قرار گرفتن صندلی، گره خوردن تناب و هر چی که توی صحنه بوده مربوط به یه آدم راست دست بوده. ملیکا دواچی چپ دست بوده. بله چپ دست بوده. مگه چقدر فرق میکنه یه آدم چپ دست گره بزنه صندلی بیاره یا یه آدم راست دست گره بزنه و صندلی بیاره و کارهای دیگه که میگی رو انجام بده؟ شما اگه زحمتی نیست همین الان برین تو آشپزخونه و در یخچال با دست چپتون باز کنین ببینین میخوره تو صورتتون یا نه. مجبور برین که نه فقط من که پسر مقتوله و خود مهندس آصف پور صراحتا عنوان کردن که مشکوکن به خودکشی. چند تا مظنون داری؟ فقط یکی. میخواییم بدونین کیه؟ کیه؟ مهندس آصف پور. چقدر مطمئنی؟ مهندس آصف پور آدم کوچیکی نیست، اعتبار دانشگاهی داره. چند تا نکته مهم وجود داره.
آزمایشگاه رو تیغه ورق قرصی که به شمشادی خورونده شده رد ناچیزی از بافت لاک الکل پیدا کرد. تو صحنه قتل داوود گلعلیزاده همه فهم کردن قاتل رفته روی مشعل و هواکش کشیده بیرون، در صورتی که هواکش با یه وسیله دیگه ای کشیده شده بیرون که اتفاقا آزمایشگاه رد همون لاک الکل رو لوله هواکش پیدا کرد. تو صحنه خودکشی ملیکا دواچی هم سر تناب آزاد یه حلقه کوچیکی است که معلومه با یه وسیله ای از پایین تناب از تو حلقه لوسر رد شده. به نظرتون اون وسیله چی میتونسته باشه؟ چیزی به ذهنم نمیرسه. عصای دست مهندس آصف پور. متهم به احتمال زیاد مسلح و بسیار باهوش و خطرناکه. به هیچ وجه وارد عمل نمیشیم تا خودمو برسونم. بله متوجه شدم. بله جناب سرگرد، مستقر شدیم، منتظر شما. بسیار خوب. سلام علیکم، خدا قوت. سلام. نیستش، نیومدن. بله، من خدمت جناب سرگرد عرض کردم. مطمئنی هنوز برنگشته یا همین جوری داری حدس میزنی؟ از موقعی که رفته بیرون دائم اینجا بودی؟ بله قربان، خیالتون تخت باشه. ما رو دست کم گرفتی و ما کلی دوره دیدیم. اصلاً ما موظفیم که با پلیس همکاری کنیم. ملتفتیم که ما که به تو شک و شبهه‌ای نداریم. فقط می‌خوایم مطمئن بشیم اشتباه نکرده باشی. آخه من در مورد هر کی اشتباه کنم، در مورد مهندس آصف پور اشتباه نمی‌کنم. چون خودش به من تأکید کرد که هر اتفاقی اینجا افتاد یا اومدم دور و بر خونش پرسه زدم یا اصلا سراغشو گرفتن، سری من بهش زنگ بزنم و گزارش بدم. پس شماره‌شو داری؟ بله، عرض کردم ما کلی دوره دیدیم. شماره تمام ساکنین رو ما داریم. جناب سرگرد خود شما. سلام قربان. سلام قربان. سلام، خسته نباش. چه خبر؟ رفته بیرون، هنوز نیومده. ایشون نگهبان مجتمع هستن. به سپرده هر اتفاقی افتاد به زنگ بزنه بگه. مهندس هر شب میزنه بیرون یا امشب استثنا رفته بیرون؟ از ابوغلیه دیگه قربان، زن و بچه که نداره، مجرده. یه شبایی میره بیرون 12 به بعد برمیگرده. چون فردا صبحش هم میخواد بره دانشگاه و سر پروژه‌هاش، سری میاد برقا رو خاموش میکنه و میخوابه. آدمایی هم که باهاش رفت آمد میکنن همه خانواده‌ن. خودش خیلی آدم محترمیه. ما که تا حالا هیچ مورد غیر اخلاقی ازش ندیدیم. شما فامیلیتون چی بود؟ کوچیک شما فردی هم آقا. آقای فردی، حواست شیشتون جمع کن چی میگم. وقتی رسید معطلش میکنه. نمیدونم راجع به یه چیزی مثلا همسایه‌ها، راجع به همسایه‌ها بپرس. در مورد خودش هیچ حرفی نزن. خب فقط معطلش کن. چشم آقا، خیالتون را. ماشینش چیه؟ یه چند تایی ماشین داره، ولی سر شب با اون رونیز مشکیش رفت بیرون. 18 در نظر داشته باشه. ماشین سوژه مورد نظر رونیز مشکیه. دریافت شد. بطرف فرگیرش کنیم. تا نگفتم هیچ کاری نکنیم، خب؟ بله چشم. شما حواست هست چیکار کنه دیگه؟ بله آقا، یه جوری معطلش میکنم که اصلا شک نکنه. خیالتون راحت آقا. خیلی خب، برو تو اتاق کت. شمش هیچ در جریان باشید، با نگهبانی هماهنگی لازم شده. منتظر میمونیم تا سوژه برسه. دریافت شد. بهنام. بله قربان. تو برو بعد کیوسک جای مخفیشون. چشم قربان.
18-21 21 بگوشم اعلام وضعیت کنید. اوضاع اینجا عادیه قربان. بسیار خوب. تو ماشین جلیقه اضافه داری؟ بله قربان الان براتون میاد. اسلحه دیگه هم تو ماشین داری؟ بله تو داشبورده. اصلا قربان سوژه هست کنان ما رد شد. آقا مهندس یه لحظه بایی میسی یه کار مهم دارم. آماده برای دستگیری و بازداشت متهم. شروع بریم. خواستم بگم که فردا شب جلسه هیئت مدیره شهرکه. اگه ماشین خاموش کن پیاده شو. نشدی؟ پایین! پایین! چی نگاه میکنی؟ بطه نکن! دقت کنن من اینو زنده میخوام، زنده، متوجه این؟ احتیاط به سمت شلیک کنین، فقط زمین گیرش کنین. نهیدم کدوم برشان سر کنم. شما بریم پایین مستقیم بجام بجام.
ماشینش نیست؟ بله خودش. بایستم بایستم اینجا بایستم. فرار کرده نیست. 18:28 سوژه ماشین رو رها کرده رفته، احتمالا باید همین اطراف باشه. شما کجایید؟ ما ضلع شرقی پارک جنگلی هستیم. چه سر باید بسیم. 18:21 21 بگوشم. ضلع شرقی و غربی رو به صورت کامل جستجو کنیم. بله دریافت شد. مرکز 21 21 مرکز. متاسفانه متهم متواری شده و خودش رو رها کرده. درخواست نیروی کمکی به موقعیت 318. مشخصات کامل متهم رو به کلیه واحدهای انتظامی و خروجی های منطقه اعلام کنیم. بله دریافت شد. ممنون. جناب سرگو سلام. سلام خدا قوت. شما بریم مسیر شمال، شما هم مسیر جنوب. شانس آوردم سرمو زیر آب نکردم. شانس آوردی من داشتم از ترمینال برمیگشتم خونه. خانومم رفت شهرستان واسه زایمان خواهرش. من نمیفهمم آخه یه ماشین که مردم باهاش نون در میارن دزدیدن داره آخه.
حالا بعد به دلت را نده، الان میرسونم به پاسکا. پاسکا نمیرم. نه پاسکا نمیری؟ نه خب الان باید صورت جلسه کنن که من یه مشکل مالی با شوهر خواهرم دارم، این آدم اجیر کرده حال منو بگیره، خودم باید یه جورایی حلش کنم. با آجان کشی بدتر برای خواهرم دردسر درست میشه. ولی من اگه جات بودم حتما میرفتم پاسکا. گفتی اسمت آقا ناصر بود دیگه. ناصر؟ بله. میگم آقا ناصر، ولی بیشتر به عطر رخت و لباست میخوره دکتر مهندس باشی تا با ماشین کار کنی. دست رو دلم نذار، دار و ندارم رو بردن. آره خب تیبی وجدانا. ببین داداش، همه جوره میتونی رو من حساب کنی. الان بریم خونه ما، نزدیکه. دخترم تنها هست، یه وقت میترسه. شما هم یه آبی به دست و صورتت بزن تا تصمیم بگیری چه کار کنی. خوبه؟ میگم آقا خلیل، مزاحم نباشم. نه آقا، این چه حرفیه، مراهمی. صدا حالت داری ها ناصر، نترسی ها. بارم بابا بیا این چایی رو ببرش. چشم بابا جون. آقا ناصر به کجا خیره شدی؟ خدا رو شکر برای خودت اتفاقی نیفتاد. بیا بیا بریم این چایی بخور گرم شی. نه ممنونم. میشه ازت خواهش کنم تلفنتو بیاری یا زنگ بزنم؟ باشه چشم. بارون بابا اون تلفن اشراج در بیار بده عمو، بعدم زود برو بخواب، دیر وقته، صبح خواب میمونی مدرسه دیر میشه. بفرمایید. ممنونم دختر خانم. خواهش میکنم. الو، زیاد وقت ندارم، لوکیشن رو برات فرستادم، از هر کجا را بیفتی فوقش یه ساعت دیگه اینجا. فرد و صبح. و چی تا صبح باید بمونم اینجا؟ منم این راحتی نیست که مهندس، باید همه چی جور باشه. همه ی این حرفا بهونه است، تو فقط داری زری به ریسک خودتو میاری پایین. آقای دکتر جناب، فرد و صبح یه وانت سر جاده میاد سرانت، یه بیرو فرمونم پشتشه. خیلی خوب باشه، اول صبح میبینمت. برای چی اومدین بیرون؟ چی شد؟ زنگ زدین؟ آره
ممنونم، زنگ زدم به برادرم. دیگه مطمئن شدم هر دردسری که الان توشم زیر سر شوهر خواهرمه. ای بابا، حالا میخوای چیکار کنی؟ بریم پاسگاه؟ بچه آشنا آنا؟ خودم میرم سر وقتشون. گفتم که خواهرم اذیت میشه، یه جوری الان پست میکنم. به خانم بچه هات خبر دادی از نگرانی درشون بیاری؟ به برادرم گفتم بهشون بگه که فردا میرم خونه. اول صبح سر جاده کارخونه میاد دنبالم، برم میداره. من با اجازت یکی دو ساعت تو حیات میپلکم، بعد رفع زحمت میکنم. یعنی ما رو اینطوری دیدی که آفتاب نزده مهمونو ول کنیم به امون خدا؟ بیا بریم تو، الان برات یه جا میندازم، یه چرتی بزن. صبحم بارانو بردنی مدرسه تا یه جایی میرسونمت. بیا بریم تو. خیلی با معرفتی خلیل جان. کاش بشه فرصتی پیش بیاد برات جبران کنم. ترتیب انجامشون میگی، رعایت کن چیزایی که گفتم، امضاشو به ترتیب میگیری. این کارتاب امضا شده روی میز من اول وقت. ممنونم. بفرمایید. تو اینجا چیکار میکنی؟ من نباید بیمارستان باشی الان. قربان گفتم میتونم مرخص شم. من هم داشتم میمدم ملاقات. دو تا تیر تو روز میخوری شبم یه سر کار؟ چیز خاصی نبود، یه دونه که به جلیقم خورد، یه دونه هم سر شونم و یه ذره خراش داده بود. با دکترم مشورت کردم. تو مشورت نکردی، مجبورش کردی. بله قربان، من حق با شماست. البته خیلی هم مجبورش نکردم، اما بیشتر متقاعدش کردم. نمیخواد برگرد، خودم میرسونم ات منزل. جناب سر، خواهش من. این پسره فهیم سلطان آبادی به نظرم میدونه چی میسته که بچه ها هنوز دارن روش کار میکنن. تا هفت پشت گناهاشو اعتراف کرده، ولی هنوز از شیمیست چیزی نگفت. قربان یه فرصت به من بدیم، بزنی شانسم امتحان کن. ببینم کیانفر از این اوضاع احوالت خبر داره؟ بله قربان، دو ساعت بیمارستان بالا سرم نشسته بود. خیلی خوب، اگه احساس ضعف کردی بکش کنم. چشم، خیلی دوست داشتم بغلت کنم، ولی فکر نمی کنم ایده خوبی باشه. کیانفر میگفت برای اینکه جونشو نجات بدی سپره بلا شدی ها؟ ایوه بهت افتخار میکنم. قربان همینجاست. همینجا بود نه؟ بله. موضوع خود باش. چشم خورم. سلام. سلام جناب سرگرد. خدا قوت. خوش آمد. در جریان جزئیات عملیات قرار گرفتیم. بله، منطقه وسیع و فرصت محدود، نباید زمان از دست بدیم. متاسفانه جستجو شبانمون به نتیجه نرسید. امیدواریم ردشو بزنیم و اینجوری بتونیم زودتر بهش برسیم. به محض رؤیت متهم تیم پروازی آماده حرکتن. بفرمایید. ممنونم. بفرمایید. Thank you.
این کی بود براش دست تکون دادی؟ خودیه، آشناس. خیلی کارش درسته. مأمور تجسس پاسگاه اینجاست. فردی با نشانه‌های ظاهری متهم در موقعیت 84 حوالی کارخونه شهریار موتور توسط مأمور تجسس پاسگاه شناسایی شده. مختصات واسه خلبان. باتری آن، آیدی آف، آف، میفیلان، آن، براتل اوپن، اوپن، رای دیسکریر، کلیر، لفت دیسکریر، کلیر، اسار. مرفوض به دست سیمیده منتظر باشید. بیسته یک صدای منو داری؟ مرکز بپوشم. روی کانال دو مدارباز به 128 دست رسیده. 120-128 من 21 هستم. صدای منو دارین؟ 21. مشخصات فرد با سوژه مورد نظر مطابقت داره، اما متاسفانه دختر خودسال یکی از اهالی که قبلن احتمالش رو جذب کرده نزدیکشه و طبق مشتای شما امکان داره بچه رو گروگان بگیره. 128 هیچ اقدامی نکن، فقط از دور و در احتفاظی نظر بگیرید تا ما بریم. دریافت شد. 21. مرکز هماهنگی های لازم برای ایست با کسی در مسیر متهم هماهنگ شد. دکتر خانم. بله. ببخشید امروز به خاطر من زابرا شدی، مجبور شدی زود از خواب بیدار شی. خواهش میکنم. اشکال نداره، عادت داره. به من قول دادی حسابی به درس و مشقت برسی. بله. یادت که نرفته؟ نه خیلی. آقا خلیل بیا عزیزم، این مال شما. این خودکار جنسش از تلاس. حواست باشه گمش نکنه، کسی هم کلا سرتون نذاره. به سن دانشگاه که رسید میتونی بفروشی، خرج تحصیل خودش بکنی. بابا چه خرسنگه. دست شما درد نکنه، راضی به زحمت نبودی. فکر کنم با شما. آره خودشه. خب خداحافظ دختر خانم. من از گرم. آره خیلی بیا بابا. بیا بیست و یک صد و بیست و هشت صداتو میشنبم. 21 متهم داره سمت یه وانت میره، من با فاصله تعقیبش میکنم. بسیار خوب، تو فقط حواست کاملا بهش باشه. We'll be right back.
28 مشخصات ماشین متهم رو به پاسگاه اعلام کن. چند دقیقه داری تا برسیم به موقعیت؟ حدوداً 3 دقیقه. پیاده بشه مهندسی بدن بدش اصلا بالا سری تا چی شو جناب سرما بد نمیشه کجاست کی کجاست سرنشین خود رو نمیدونم راجع به چی صحبت میکنی چون سرما کسی نیستش من خودم دیدم توی همین ماشین بود راستون دستا میزنید داخل خود رو های سالاری خود رو به کنار انتقال بدی سرما 128 به گوشم توی تو ماشینی یعنی چی؟ خودم دیدم سوار شد ولی متاسفانه قیبش زده وقتی از جلوت رد شد چقدر طول کشید تا دوباره بهش برسی و جلو دیدت باشه؟ حدودا 10 تا 15 ثانیه همون کافی بوده براش جا به جا شده رفته توی ماشین دیگه لابد همینجا پیادش کرده دیگه من مثل کف دستم اینجا رو میشناسم فایده نداره قطعا یه ماشین رزروم بوده وقتی رسیدی بهش ماشینی ندیدی که کنارش پارک شده باشه یا خلاف جهتش در حرکت باشه؟ نه 21 من چیزی ندیدم فقط همین بود چرا یه مینی خاور سفید رنگ بود که از پشت بانت رد شد خودشه در رفتم تو موتور خونه و داوودو کشتم یا تو حرف میزنی پرسر برای من بلاستید فهمی بالگر منتقلش کنیم بیمارستان چجوری میشه با دکتر جناب تماس گرفت کی میخواد باش تماس بگیره میخواد فراری بدی منو چم بهتون فروخت